در این کلیپ قصد داریم با استفاده از نرم افزار فتوشاپ این لوگو رو که شما میبینید با هم دیگر دیزن کنیم ویدیو رو تا آخر بیننده باشید و همچنین چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید نرم افزار فتوشاپ رو ما باز کردم و در قدم نخست ما نیاز داریم فایل جدید ایجاد کنیم که ما روی نیو فایل کلیک میکنم تا پنجره جدید بر ما باز و ارتفاع و عرض فایل ما 1200 پیکسل قرار دو و رزولوشن 300 پیکسل روی کریت کلیک میکنم تا فایل جدید برای ما ایجاد شوه و در قدم نخوص ما نیاز داریم از ابزار تکست استفاده کرده و در این قسمت حرف دیره تایپ میکنیم و رنگش هم باید سفید باشه و سایز فونت ما رو روی 150 پی قرار میدم و نیاز داریم دوباره از همین یک دوبلیکت بگیریم یک کاپی شما آلت فشار داده و با کلیک چپ میتونید یک دوبلیکت یا کافی بگیرین و رنگ زیر ما میخوایم که به رنگ قرمز باشه و همچنین این دی رو ما به حرف اس تغییر و می میخوایم که این هم در مرکز باشه حرف دی را می کرده در مرکز قرار میدیم و حرف S را می کمی به طرف راست قرار بگیر فکر رو بکنیم در که قرار گرفته درسته و دوباره ما نیاز داریم که از حرف دی خود یک دوبلکت بگیریم که شما میتونید با استفاده از کنترل J کنترل J را که فشار بدین شما میتونین که یک دوبلکت بگیرید و ما حرفی جر که دوبله گرفتم بالاتر از حرف اس قرار می دهم ده زمانی که کار انجام شد ما دوباره روی زمین دو که گرفتیم گرفتیم یک ماسک ایجاد می کنیم. شما می روی زمین لایر ماسک کلیک کرده یک ماسک بر شما ایجاد میشه و حرف اس را ما انتخاب کرده و کنترل رو می گیرم و کلیک چپ می تا سلیکشن مفعال شد و یه رزوم می کنیم و ماسک انتخاب کرده از این قسمت شما میتونید با استفاده از ابزار برش برش انتخاب میکنین و و همچنین یاد رای سیاه باشه قسمت کار ما از این قسمت خلاص شد و ما استفاده از کنترل دی سلیکشن ما رو خارج میکنیم و سلیکشن باشه و دوباره ما یک نیاز داریم با یک دایره شما از این ابزار ها شیپ که دایره رو انتخاب کرده و شیفت رو میگیرین که یک دایره در دا این قسمت ترسیم کنیم. دایره ما ترسیم شد ما میخوایم بگرام نده باشه یک استروک داشته باشه به این رنگ و روی 23 پیکسل هم قرار میتیم که یک کمی بیشتر باشه استروک ما میر میریم در ده قسمت قرار میدهیم و همچنین میریم پایین تر از همه در این قسمتی که قرار گرفت بعد از او نیاز داریم ما دوباره یک لایر ماسک روی زمین دایره ایجاد کنیم کلیک کنیم تا لایر ماسک برای ما ایجاد شود و در قدم بعدی ما نیاز داریم ما استفاده از ابزار پین پین تولز که این قسمت رو ما باید حذف کنیم کلیک راست کردم میک سلیکشن و این بار مثلا ما ماسک که روی زی انتخاب کرده بودیم ایجاد کرده بودیم انتخاب میکنیم و از این قسمت رنگی سیاک و بالا و رنگ سفید بالا میاریم کلید دلید رو میزنیم تا کاملا کاملا حضر و همین کار رو روی از این قسمت انجام میدیم کلیک راست کرده و میک سلیکشن اوکی ماسک خود انتخاب میکنیم که روی این دایره ایجاد شده کلیت دلیت رو میزنیم تا این قسمت دلیت شد و این بخش ما تکمیل شد و همچنین نیاز داریم و این قسمت هم دلیت بکنیم کلیک راست کرده و میک سلیکشن انتخاب میکنیم و دوباره می ماسک انتخاب کرده و کلیت دلیت را فشار میتیم تا این قسمت هم هست شد خب کار ما نسبتا تا جای پیش رفته و ما نیاز داریم کنار را یک گروپ بکنیم که داخل یک فولدر باشه ما کاملا کلیش سلیک سیلک کردم با استفاده از کنترل جی شما میتونید نیر گروپ کنین که به یک گروپ تبدیل شد داخل یک گروپ رفت در قدم بعدی ما نیاز داریم که یه عکس بیاریم ما این عکس میرم در فوتوشاپ باز میکنم و در این قسمت رها میکنیم و روی زمین عکس کلیک راست کرده کریت کلیپین ماسک ماسک میزنیم تا که عکس روی زمین لوگوی ما قرار بگیره و از این قسمت بلند مود از این روی مولتیپل قرار میدیم روی ملتفل باشه و همچنین ما میخوایم که این رنگ دایره با رنگ حرف دی یکسان باشه و از این قسمت همین دایره رو انتخاب میکنیم و رنگ دی با رنگ سفید باشه رنگ سفید درست است. خب، این کار ما که انجام شد و در قدم بعدی ما نیاز داریم که امی ماسک که بود ما این رو میکنم و گروپ رو دوباره این داخل یک گروپ میدازم که گروپ شوه و همچنین دوباره ما از گروپ میخواییم که یک دبلیکت دیگر بگیرم که شما میتونید با استفاده از کنترل جی. یک دبلیکت دیگر شما با استفاده از کلیک راست کردم و میرج گروپ میزه. میرج گروپ شد یعنی چه لوگوی ما جدا شد از داخل گروپ برامد و یک لایر تبدیل شد و دوباره میخوایم که برای یک راب شادو بدم که شما روی افکس کلیک کرده و راب شادو رو انتخاب میکنین ما میخوایم که امیروی چیل و دو چیل باشه و وضعیتش هم نرمال باشه پلن مودش هم نرمال باشه برای اوکی کلیک میکنم خب ما نیاز داریم دوباره که برای از یک بگراند باشه که من روی بگراند هم کلیک میکنم و از قسمت این اکس را در فوتوشاپ باز میکنیم دوستان نهایت عزیز این بود دیزاین لوگوی دی ایس که قبلا در اول ویدیو تذکر دادم امیدوار هستم که این ویدیو برای شما یا این کلی برای شما مفید واقع شده باشد یادتان نرود که حتما چینل ما را لایک و سبسکرایب کنید